سلام خدمت همه عزیزان، ایرانی هستم، مدرس فیزیک کنکور، طراح آزمون‌های آزمایشی قلمچی و تحلیلگر سوالات آزمون‌های کشوری مختلف در درس فیزیک. با حل یک سوال خیلی خوب، جذاب و احتمالی برای کنکور 1401 در خدمتتون هستم. چیزی که شبیهش توی کنکورهای 99 و 400 اومده و رنگ و بوی 1401 رو داره. تیپ سوال محسوب میشه، یعنی اینجوری نیست که فقط یک سوال باشه، میتونن کلی خواسته های دیگه توی این تست بکشن بیرون و دانش آموز رو به چالش بکشن، ولی کلن یک روند مشخص برای حل این سوالات ما داریم که قدم به قدم اگه با من همراه باشید یاد میگیرید چجوری این تستا رو جواب بدید. میگه نقش یک موج عرضی در یک تناب که در جهت محور X منتشر میشود در لحظه T1 مطابق شکله. بچه ها یک موج عرضی ما داریم، یه لحظه یه نفر اومده یک سنداخته شده، اینو گذاشتن جلو چشم ما. میگه مسافتی که یک ذره از تناب در مدت T1 تا T2 که T2 همون T1 به اضافه 1/25 ثانیه است میکنه چقدره؟ نقطه ای که هستش اینجا شما باید بدونید دلتا تی واسه ما مهمه و اون مدت زمانی که به ما داده 1/25 ثانیه است. چرا؟ چون دلتا تی مساویه با T2 منهای T1 که اگه شما بنویسید T2 رو T1 به اضافه 1/25 به اضافه 1/25 T1 ها با هم ساده میشن و همین 1/25 واسه ما باقی میمونه. این یه مورد. و نکته دیگه خواسته سوال از ما مسافتیه که یک ذره از محیط موج داره طی میکنه توی مدت زمان خاص. بچه گل، ما توی موج دو تا حرکت داریم، یک حرکت انتقال موج یا انتشار موج اصطلاحاً، یکی هم ارتعاش ذرات. ذرات منتقل نمیشن، مرتعش میشن، سر جای خودشون میلرزن. اینو فهمیده باشی هر سوالی بپرسن ازت توی این تیپ از سوالات جواب میدی. خب ما باید چی رو در بیاریم که میگی روند مشخصی وجود داره برای حل این سوالات؟ توی نمودار باید بتونی لاندا رو بیرون بکشی با استفاده از انتشار موج یا تندی انتشاری که به ما داده، یعنی V، بتونی تی رو پیدا کنی. بریم سراغ لاندا. قدم اول، دانش آموز خوب باید بدونه این 90 سانتی متری که واسه ما مشخص کرده برابره با این یه دونه لاندا دومه. هر کدوم از این برآمدگی ها یه لاندا دومن، این میشه 2 تا، اینم میشه 3 تا. پس ما باید بدونیم 3 تا لاندا دوم یعنی 3 تا نصف دام، نصف طول موج مساوی با 90 سانتی متر. پس ما نتیجه میگیریم خود لاندا میشه 60 سانتی متر یا 0.6 متر. وی رو هم داریم، وی چنده؟ 30 متر بر ثانیه. باید با استفاده از وی و لاندا چی به دست بیارم؟ تی رو. چرا تی رو؟ چون که باید برم با اون دلتا تی مقایسه کنم مسافت ذرات رو بفهمم. خب بریم سراغ دلتا تی یا تی اول دوره بگم. تی که ما میخواییم حساب کنیم تی مساویه با لاندا تقسیم بر وی. خدا رو شکر هم لاندا رو داریم الان که میشه 0.6 و هم وی رو داریم که 30 هستش. حساب کنیم میشه 0.6. بچه اگه به 6 بزنیم ما میشه 1/50. دوره رو به دست آوردم، 1/50 ثانیه. دلتا تی ما چند بود؟ 1/25. بچه 1/25 اگه دقت کنید برای اینکه من میخوام مقایسه کنم اون زمان رو با دوره خودم، میتونم بنویسم 2/50. 2/50 به نظر من بهتر باشه. چرا این کارو کردم؟ تاکید میکنم میخوام با 1/50 مقایسه کنم. حواست که اینجا هست الان خیلی تابلو و مشخص و زاویه داری میبینی. زمانی که به ما داده 2/50 دو برابر 1/50، این یعنی دلتا تی که به ما داده برابر با 2 تا دوره موجود واسه نوسان ذراته. سوال چی پرسیده؟ توی مدت زمان داده شده مسافت رو به دست بیار. مسافت چجوری به دست میاد؟ آها، من میدونم ذراتی که دارن نوسان میکنن توی هر دوره، یعنی توی یه دونه تی به اندازه 4 تا آ که آ دامنه نوسانه مسافتش طی میکنن. 4 تا آ، آ چنده؟ اگه دقت کنی توی نمودار آ رو به ما داده 2، آ 2ه. پس توی یک دوره 4 تا 2 تا یعنی 8 سانتی متر ما مسافت میریم. حالا اینجا چقدر مسافت میریم؟ شد 2 تا دوره دیگه، 2 تا تی قاعدتا میشه 8 تا، 8 تا 2 تا 16 تا. گزینه 3 میشه جواب ما. بچه سوالی که زیاد ازش مطرح میشه، شبیهش توی کنکور اومده، 98 99 400 داشتیم. پس حواست باشه که حتما همچین سوالاتیو
بتونی بزنی، چند تا دیگه خودت کار کنی با همین ایده‌ای که من گفتم، لاندا رو بکش بیرون، با وی تی رو به دست بیار، بعد بیا مقایسه کن. ممکنه خواستهای مختلفی از شما بپرسه، توی بازه زمانی فلان حرکت تون شونده است، کن شونده است، چه جوری، مثل کنکور 99، یا بیاد بازه رو از شما بخواد چقدرش تنده چقدرش کنده و یکم بیشتر بخواد شما رو اذیت کنه. ولی خب همش توی یک مسیر حل میشه سوال واسه ما. امیدوارم مفید بوده باشه. موفق باشید. خدا نگهدار.